وقتی میفرماد نسبت به آلهه میرسه، باز رحمان رو میاره. باز نسبت به لیل و نهار میرسه، باز چی؟ رحمان رو میاره. به حکم میرسه، باز دوباره همینطور رب احکم بالحق و ربنا الرحمن المستعان. ببینید رحمان کجا میاد؟ رب قبلش میاد ربنا، بعدش میاد المستعان علی ما تصفون. رحمان اون حقیقتی است که هم تربیت میکنه، هم قدرت به شما میده، استعانت میکنه. وای ما یه همچین، شما یه اخوی اینطوری هم داشته باشی بیچاره نمیشی. یه اخوی داشته باشی که هم دلش بخواد شما رو تربیت کنه، هم دلش بخواد شما رو کمک کنه. خب یه اخوی رحمان داشته باشید دیگه اصلا فقر پیدا نمی کنید. اخوی چقدر کم داری؟ این کمبود هزینت هر جا موندی بگو من طرح برنامه بد میدم. خیلی زندگی خوب. حالا اگه خدای رحمان داریم باز ما اینطور نیستیم، معلومه که نداریم، شوخی میکنیم. شما باید بعضی جایی نسبت نمیدونستن چه ملکی داری که حتما بسنن. خب نمیدونستن، پس اونا هم باز یه عیب دیگه دارن، باز عیب نادانی رو دارن که بدتر از عیب مریضی و فقره. اینکه رحمان مثلا این رو بلد میشنه، این چه بلد داره که حتما خیلی خوبی کنن؟ چرا؟ اون کفار میدونستن، اقتدار میخواستن بدن، منتها میگفتن ولد که بهش بدیم اقتدار پیدا میکنه، خواستن بزرگی بهش بدن، خیال میکردن. به قول آقای امام صادق جمله خوبی در توحید مفضل داره، این مورچه الان میخواد بگه خدای من خیلی مهمه، میگه دو تا شاخ داره خدای من، چون این ملکهشون شاخ داره به خدا شاخ میخواد. حالا هی خدا میگه بابا جون درسته ملکه تو باید، اما من خدای خوبی اما شاخ ندارم. نمیشه، شما اگه شاخ نشته باشی که عظمت ندارم. عظمت دارم، شاخ ندارم. دیگه نمیتونه باور کنه. میفرماید این کنملت صغار، این مثل این مورچه کوچیک میمونه، خیال میکنه مورچه ها اینطوری هستن، سلطانشون باید شاخ داشته باشه. اینم همینطوره، خدا رو بزرگ میخواستن ببینن، گفتن خب خدایی که بزرگه باید بچه داشته باشی دیگه، اونم باید حتما پسر داشته باشه. بلده. پس ببینیم که جامعه اون چیزی رو که داریم القا میکنیم اینه. اگر تو یک فرد، اگر تو یک خانه، اگر تو یک جامعه اقتدار سلامت نبود، اینها قربشون به قرآن و اسلام کمه، بعد از دین دارن. بعد از دین این نیست که معصیت فقط بره دزدی کنه، نمیدونم چیکار کنه چیکار کنه، نه، فقر و فلاکت و بیچارگی و نداری اینا هم از همون قبیل مشکلات و نواقصه که هر جا باشه اونجا دین نیست. دین یعنی سلامت، یعنی اقتدار، یعنی طهارت، پاکی، یعنی محبت، مهربانی. اگر نبود اینطور نیست.